احتمال او رفتن دومین محموله خون تشکیلات به جوش بیاد. رسیدن این محموله به مقصد براشون خیلی حیاتی بود. فکر میکنم با این حساب رگ حیاتی تشکیلات به کلی مختل بشه. ولی تشکیلات آروم نمیشینه، باید منتظر عکس العملشون باشی. هستم. احتمالاً برای مذاکره با من تیمسار رو میفرستن. خیلی دلم میخواد ببینمش. تیمسار؟ کفتار پیر تشکیلات. بازی تو بکن قرداش. بفهمید آقا، از اینکه معطل شدید معذرت میخوام. خواهش میکنم پسرم، مهم نیست. وظیفه وظیفه است و شما داریم وظیفتون رو انجام میدین. کاملا درسته. به هر حال امیدوارم بهتون خوش بگذره. ممنونم پسر جان. نفر بعد لطفا. از اینکه دوباره میبینمتون خوشحالم. منم همینطور. ارتباط برقرار شد حاجی. همه چی حاضره؟ بله قربان. محل استقرارمون مشکلی نداره؟ فکر نمیکنم تو این زمینه به مشکلی برخوریم. ببخشید آقا، ساعت چندی لطفا؟ 4:10. متشکرم. مواظب خودتون باشی. از شاهین به سلمان. سلمان بگوشم. سوژه پیدا شد. دارم میرم به سمت ماشین، منتظر باش، مشخصات ماشین رو بهت میدم. مراقبمون هستم، ولی نمیدونم چرا دستگیرمون نکردم. احتمالا میخوان با تعقیب ما آدرسمون رو پیدا کنن. هنوزم مثل سابق دست به فرمانت خوبه؟ اگه تعریف نباشه بدک نیست. پس بریم که محله بهشون نشون بدیم. شاهین به سلمان، دارم میام بیرون. یه بنز سفید مدل 230 ای تهران 42. مفهوم بود؟ مفهوم بود. من میرم دنبالشون. تو هم سعی کن با حفظ فاصله دنبالمون بیای. تمام. شنگیه. چند دور دور میدون بزن. بسیار. لعنتی. شاهین، شاهین، سلمان. شاهین هستم، بگوشم. این چندمین باره که دارن میدون دور میزنن. واسه اینکه طرف بو برده، مجبورم رهاش کنم. خیلی مراقب باش. مفهوم بود، تمام. تو اتوبان به سمت کرج. حاجی میخوای از بچه ها کمک بگیرم؟ نه، همونطوری وضع بدتر میشه. چهار چشمی مراقب باش. در اولین محل توقف با من تماس بگیر. یا علی، مفهوم بود، تمام. اون رستوران خارج از شهر هنوز پابرجاست؟ بله قربان. به بچه ها اطلاع بده مهمون داریم. بسیار خوب.
ببخشید میتونم یه تلفن بزنم؟ خواهش میکنم بفرمایید. میتونیم بریم قربان. ادامه ی بازی بمونه برای بعد قارداش. مواظب باش به مهمونمون بی احترامی نشه. خوش آمدید جناب اسکندری. مزاحم وقتتون که نشدم جناب مختار. خواهش میکنم. میشه مهمونتون بیرون منتظر باشن؟ عالیه. خوب دم و دستگاهی برای خودت درست کردی مختار. کارهای پر درد سر و پر خطر معمولاً پر درآمده. بله، به شرط اینکه آدمم قانع باشه.
10% از کل درآمد. این کمی بی‌انصافیه، نیست؟ خیلی ها توی این معامله سهم دارن. من و تو تنها نیستیم، هستیم. همیشه تیرها به طرف سیبل شلیک میشه و ما شبیه سیبلیم، یک سیبل متحرک، ولی دیگران هواخور دارن. این فرق بین ما و اونهاست، درسته؟ چرا نمیشینی؟ باید خیلی زود برگردم، کارهای زیادی دارم که باید انجام بشه. درسته، بالایی ها رو نمیشه زیاد منتظر گذاشت. من 30% میخوام، نه 1% پایین، نه 1% بالا. حرف آخرته؟ حرف آخر. تو هم میتونی عملیات رو شروع کنی، من آمادم. عملیات؟ من بچه نیستم آقای اسکندری. احتمالاً تشکیلات این همه را شما رو نفرستاده که منو نصیحت بکنید. حکایت المأمور و معذوره. تو هم بیشتر روی مسئله فکر کن. من فکرمو کردم. مرگ یک بار، شیونم یک بار. من میتونم برم؟ البته، من عادت ندارم مهمونمو بکشم. قرار نیست کشت و کشتاری را بیفته، این به ضرر تشکیلاته. امیدوارم یک دست با هم بازی کنیم. از بیلیارد خوشم نمیاد، یه شار میتونه بقیه شارا را از هم پخش کنه. خب اینم یه جور بازیه. بله، ولی یک بازی خطرناک. تو شطرنج هم یک سرباز میتونه شاه رو به خطر بندازه. بله، ولی باخت در شطرنج دو مرحله داره، کیش و مات. آدم میتونه فکر کنه، در واقع آدم در موقعیت کیش فرصت ادامه بازی رو از دست نمیده. خداحافظ جناب مختار. چته حمید، گیری پاس کردی؟ همش تقصیر من بود حاجی. اگه محتاط‌تر عمل می‌کردم این اتفاق نمی‌افتاد. چقدر بخیلی تو پسر. بعد از جنگ همه کلی زور می‌زنن ویزای سفر به آخرت رو بگیرن، همه دیپورت میشن. حالا که موسوی ویزا گرفته تو عزا گرفتی، دست خوش بابا. حاجی کم آوردم، نمیتونم رو این کیس کار کنم. کمک میخوام؟ یاور میخوام. نمیخوام انگیزم واسه ادامه این کیس شخصی بشه. اونطوری ثواب همه بچه ها رو ضایع میکنم. میفهمی که چی میگم؟ آره میفهمم. ولی به یه شرط، کیس رو ول نمی کنی، تا آخرش ادامه میدی. قبول؟ سعی خودمو میکنم آجی. خب حالا پیشنهادت واسه رئیس جدیدمون کی هست؟ حاج علی ایمانی. متشکرم. بیا بابا جون. موسیقی
اسکندریه، کسی که تشکیلات برای تصفیه حساب فرستاده ایران. مثل یه ماهی توی تور بود، ولی متاسفانه فعلا افتاده تو دریا. دیدبان داشته اون دختره؟ خب نظرت چیه حاجی؟ والا به نظر من تو این کیس مخصوص نباید دنبال یه تشکیلات پیچیده و پرحجم گشت. اینجور ماموریت ها معمولا با آدم ها کم ولی در این حال متخصص انجام میشه، که در این صورت احتمال پیدا کردن سرنخ یا آدمایی که ما رو به سوژه اصلی نزدیک بکنه خیلی کمه. به عبارت ساده تر، تنها یه معجزه میتونه در ختم این جریان به ما کمک کنه. پس دعا کن که معجزه‌ای رخ بده، چون این پرونده باید بسته بشه. ابعاد تبلیغاتی داخلی و خارجی این کیس برای ما خیلی حیاتیه. توکل به خدا. به هر حال پای این کیس خون شهید موسوی ریخته شده، پس به امید حق به ثمر میشینه انشالله. پس از امروز کارتون رو شروع کنین. هر طور شده باید این جرثومه فساد رو با دار و دستش پیدا کنین. این یه موقعیت استثنائیه، حرامش نکنین. هنوز این عکس‌ها رو نگه داشتی؟ تنها وسیله ارتباط من با گذشته همین عکس‌ها است. سرد شد. پرسیدم امید کجاست؟ امید؟ یه جایی تو این شهر بزرگ. میخوام ببینمش. تو برای اون مردی، یادت رفته؟ من میرم، تو هم هر کاری که دلت میخواد بکن، همین. پس امید چی؟ امید؟ بهش بگو من مردم. آره ولی من حالا برگشتم. این چیز رو عوض نمی کنه. می کنه؟ جواب این سوال پیش توه، تو بگو. این همه راه از آمریکا کوبیدی اومدی ایران که اینو ازم بپرسی؟ من به اندازه یه عمر در بدری اونو بزرگ کردم، براش هم پدر بودم هم مادر. اون موقعی که تو بابا تو آمریکا خوش میگذروندین، من همه دلخوشم تو زندگی به امید بود. چرا برگشتی ماروخ؟ چرا؟ به خاطر تو. من؟
ولی تو بین من و امید، پدرت و آمریکا، راه دوم انتخاب کردی. ولی من مجبور بودم سیاوش، تو میفهمی؟ بیا از اینجا بریم سیاوش، با هم، من و تو و امید. کجا؟ هر جا بریم آسمون همین رنگه، با این فرق که لااقل تو این مملکت یه دادم هستن که زبون تو بفهمن، وقتی که مردی پشت سرت گریه کنن و فاتحه بخونن. من تو درد سر افتادم، یه درد سر بزرگ. درد سر؟ اونا تو رو میخوان برای یه مأموریت، فکر میکنم تو کار مواد مخدر باشن. مواد مخدر؟ در مقابلش چی بهم میدن؟ یه ویزا برای هر کشوری که بخوای، با کلی پول، به اضافه زندگی من. درست این معامله‌ای که بابات با هم کرد. نه بهشون بگو ما نیستیم، فکر یه نفر دیگه باشن، یه بدبخت دیگه. ولی تو باید قبول کنی. چرا؟ خب برای اینکه این تنها راه حله. برای کی؟ من یا اونا؟ برای ما، برای من، برای تو، برای امید. سیاوش، من خسته شدم از دربدری، از تنهایی، از پدرم. به خاطر منم که شده قبول کن، با هم میریم هر جایی که تو بخوای. خواهش میکنم سیاوش، خواهش میکنم. باشم، ولی به یه شرط. چی؟ تا آخر معامله پای امید وسط کشیده نشه، وگرنه معامله بی معامله. قبول؟ حتی برای یک بار؟ حتی برای یک بار. نمیخوام قبل از رفتن اون تو رو ببینم، میخوام وجود تو رو آروم آروم برات جا بندازم. باشه، هر طور که تو بخوای. خب حالا کی باید این مردک رو ببینم؟ شما امروز به ارومیه پرواز میکنید. در فرودگاه ارومیه رابط ما حامد منتظر شماست. کلمه ی رمزم جاده دریاست. روی این نکته تأکید میکنم. لیست سیاهی که دست مختاره برای تشکیلات خیلی اهمیت داره. لیست وسایل من کی تامین میشه؟ لیستتونو به منوچهر بدید. اون رابط بین من و شماست. کلیه ی وسایل شما رو حامد تامین میکنه. تا پایان مأموریت ماهرخ تهران میمونه. اگر کوچکترین اتفاقی برای اون بیفته، هر اتفاقی آقای اسکندری، من شما رو مقصر میدونم. میفهمین که چی میگم؟ البته، البته. اما اینجا جای امنی برای ایشون نیست. قرار نیست ایشون اینجا بمونن. پس یه جای امن براش دست و پا کنید. تلفن محلم منوچهر بده به حامد. من از ارومیه باهاش تماس میگیرم. امروز ترتیب کار داده میشه، مطمئن باشید. میگن تو آدم کم حرفی هستی، درسته؟ بگذری، میخواستم بهت یادآوری کنم که منم آدم با حوصله و صبوری هستم، خیلی هم صبور.
اگه خواستی حرف بزنی میتونی بیدارم کنی. در ضمن من با بالایا یه صحبت مختصری کردم، ازشون قول گرفتم که اگه تو با ما همکاری کنی از اعدامت صرف نظر کنه. میتونم یه سیگار بکشم؟ میتونم؟ اگه با کمی درد دل همراه بشه. آره من میخوام برگردم به سلولم. تو منو ناامید کردی. یعنی میخوای بگی نجات هستم آبدار، اونم در مقابل یه درد دل کوچولو قیمتی کمیه. نجات از تناب دار مسخره است. پامو از اینجا بذارم بیرون، تناب دار تشکیلات منتظر گلوی منه. پس معامله کردن بیفایده است. من آزادی تو تضمین میکنم. تو کی هستی؟ خدا؟ استغفرالله، بنده خدا. پس ببین، بنده خدا اونا به هیچ کس رحم نمی کنن. بعضی وقتا فکر میکنم انسان پشت این میله ها به عنوان زندانی خیلی راحت تر زندگی میکنه تا بیرون به عنوان یه آدم آزاد. اونا تخم لق ترس و ته دل شما کاشتن، به خاطر همینه که بعضی وقتا آدمایی مثل شما از این فکرها به سرشون میزنه. اونا یه مش آشقارن که مثل زالو افتادن به جون مردم. من نمیتونم به این شعارها دل خوش کنم. منم یه آشقالم مثل اونا. وقت تو از این آشغال میخوای که برات درد دل بکنه؟ من دنبال مرکز زبالم، نه آشغالای جز. من میخوام برگردم به سلولم. یه خواهش کوچولو ازت دارم، فقط به این سوالم جواب بده، مختار رو کجا میتونم پیدا کنم؟ نمیدونم. باور کن، کسی یا چیزی که بتونه منو به مختار نزدیک کنه. آخرین بار، یعنی قبل از دستگیریم، خبرشو از ارومیه داشتم. آدرسی، رابطی، چیزی؟ هیچی. این خبرم به خاطر قولی که به بالایی دادی بهت ندادم، صرفاً به خاطر خواهشی بود که ازم کردی. چون تو زندگیم تو اولین کسی هستی که ازم خواهش میکنی. تو هم اگه کاری داری بگو، شاید بتونم برات انجام بدم. من پی اعدامو به تنم مالیدم، از بس رو دیوارای سلول خط کشیدم خسته شدم. یه خواهش کوچولو بگو. بگو زودتر راحتم کنن. من امروز میرم ارومیه، لحظه لحظه با من در تماس باشین. اگه ردی چیزی از اسکندری پیدا کردین، قبل از هر اقدامی منو در جریان بذارین. بذار منم باید بیام. رحمانی اینجاست. نه، تو تهران باشی بهتره. سعی کن رد دختره و رابطشون تو فرودگاه پیدا کنی. اسکندری زیاد وقت نداره، احتمالا تا حالا بازی رو شروع کرده. نباید اجازه بدیم بازی رو از ما ببرن. پس لااقل رحمانی رو با خودت ببر. میترسی سرمو زیر آب بکنه؟ نه ترس، من شنا بلدم. پس با سید مصطفی تماس میگیرم، بهش میگم که داری میای اونجا. سید؟ مگه سید تو ارومیه است؟ روزایی بود حاجی، عملیات کربلای پنجو میگم. و چه شبایی، این شب قدر. راستی سید، هنوز ترکیشاتو داری؟ نه، یه بند خدایی میخواست خونه بسازه، آهن کم آورد، دادمش به اون. عجب، ببینم قاطی خروسایی که نشدی. ای بابا، به ما که رسید مرغا کپونی شد. حتما تو هم کپوناشو نداری ها؟ چرا؟ اتفاقا دارم، ولی هنوز اعلام نشده. حال فاطمه خانم چطوره؟ خدا رحمتش کنه.
چی میگی حاجی؟ روی پرونده مهم کار میکردم، پیغام فرستادن خودتو بکش کنار، ما موندیم، اونا فاطمه رو ازم گرفتن. من نمیدونستم، تسلیت میگم. یادگارشو دارم، زینب، جیگر، 5 سالشه. خدا بهت ببخشه. ممنون. دختر رحمته. خب، نگفتی این طرفا؟ یک کیس مهم. رمزش لاک پشت. یا جده سادات، پس احتمالا اینجا باید منتظر یه نمایش مرگ باشیم. مسیر شما به جاده دریا میخوره؟ بفرما بالا. از اینجا به بعدش باید پیاده بریم. فاصلش تا اینجا چقدره؟ تقریبا 1-2 کیلومتر. جالبه. خب میتونیم بریم. نفوذ به این محل خیلی مشکله. تمام راه‌های ورودی نگهبان مسلح داره. چند تا دوربین مخفی هم تو محوطه بیرون ساختمون کار گذاشته شده. مراقب اون برجک هم باید باشی. فکر میکنم اگه زمان عملیات رو شب انتخاب کنیم درصد موفقیتمون بیشتره. بریم. تو یه مدتی برای اونا کار کردی و حالا هم تو زندانی. تنها شانست، اگه اسمشو شانس بذاریم، اینه که به جای اعدام بهت ابد بدن. خب، حالا دوست داری یه مدتی هم برای ما کار کنی؟ اگه اجازه بدین من مرخص بشم. بشین. تازه اومدی پسر خوب. اگه من الان اینجام به خاطر یه آدم فروش بوده، پس منو مجبور نکنین که آدم فروشی کنم. آدم فروشی؟ ده کی صحبت آدم فروشی کرد؟ آسید فرمودن کار. کار من فروش مواده، کار دیگه هم بلد نیستم. ببین، ما تو کار بساز و بفروش نیستیم. فقط دلمون میخواد یه خبر برامون ببری، همین. برای کی؟ مختار. من تا حالا اسمشو نشنیده بودم. حتما، ولی حالا که شنیدی حتما از اون بالا بالایی هاست، درسته؟ تقریبا. پس چرا سراغشو از من میگیرین؟ برای اینکه آدرس خونهشو گم کردیم. منم آدرس خونهشو بلد نیستم. ما که نگفتیم میدونی، گفتیم برامون پیداش کن. آخه چطوری؟ حالا شو. کیه این وقت شب؟ سلام.
سلام ملول. منم بهرام، با حامد کار داشتم. چت خناس، نصف شبی سر آوردی؟ شما مثل این که نشگی سرتون نمیشه. گول پدر تو و اون حامد کردن خناس. حامد اینجا چی کار میکنه؟ یه کار مهم با حامد داشتم، باید حتما ببینمش. اونا کی هن؟ مامور هن؟ نه، مشتری هن. از اون خرپول هن. بابا، به پیر، به پیغمبر، این پسر بچه من نیست. به کی بگم؟ حالا چندی هست؟ میتونی بشموریش. مثل اینکه از تهرون براش مهمون اومده، رفته شهر. بعید میدونم حالا حالا هم برگرده. نمیدونی مهمونشو کجا برده؟ سر قبر من. من کجا بدونم؟ خیلی ممنون، ببخشید مزاحم شدم. حالا که چرتم و پروندی و خواب بیدارم کردی، تلخکی ملخکی چیزی؟ شرمندم، تنه کشیده. یه؟ به پا عمر تنکش جوون. واسهش مهمون اومده، رفته شهر. حدثم درست بود، اونا بازی رو شروع کردن. برو بشین اونجا. این آخرین لیست مسافرانه. خب تو رستوران هم نبودن. حاجی من بعید میدونم تو هتل اتاق گرفته باشن. شاید، ولی برای رد گم کردن زیادم بعید نیست. چند تا هتل دیگه مونده؟ دو تا دیگه هست. خوبه، بریم. خداحافظ استاد. چیزایی که میخواستی برات آوردم. خوبه. راستی ببخشید آسیا باش، میتونم ازتون بپرسم حکایت دو بسته هروئین که توی لیست مهمات چیه؟ از مختار چه خبر؟ راپورت دادن از ترکیه، برگشته. خوبه، من از انتظار خوشم نمیاد. اجازه بده من تو این کار در کنارت باشم. مگه از جونت سیر شدی؟ تو منو خیلی دست کم گرفتی. من تو این منطقه برای خودم کسی هستم. سینه قبرستان پر شده از آدمایی که یه روز فکر میکردن برای خودشون کسی هم. من تنهایی کار میکنم، حوصله نشکشی هم ندارم. ولی دیگه ولی نداره. اون شماره تلفن چی شد؟ قرار بود از منو چرا بگیری؟ گرفتی؟ کار تو که شروع میکنی؟ قبل از شروع کار باید تلفن بزنم. الو. سلام ماهرخ، منم. سلام، حالت خوبه؟ ای، خواستم ببینم جایی که برات آماده کردن مناسبه. اونجا راحتی؟ آره، خوبه. میدونی ماهرخ، همین مدت کم چیزی نمونده از دلتنگ خفشم، میفهمی؟ منم همینطور. مراقب خودت باش. در ضمن بهتره بدونی به این اسکندری و دار دستش نمیشه اعتماد کرد.
زیاد فکرشو نکن. بالاخره یا خودش میاد یا نامش. خودش که اومده، ولی پیدا کردنش تو این شهر کار حضرت فیله. میگم چطوره یه بار دیگه بریم سراغ اون پیره مرده؟ بیفایده است. اون الان تو این شهر داره ول میگرده، ولی کجا خدا میدونه. بیگردو! خودشه؟ آره خودشه. یه بالا سود باش! خون سردی تو حفظ کن. برو جاده بیرون شهر. سرعتش بالاست، میترسم مسئله پیش بیاد. از آژیر استفاده کن. بیشتر بهش نزدیک شو. مواظب خودت باش حاجی، هوا تو دارم. سریع‌تر برو. رابیوف، بعد از اون پیچ ترمز کن. همین دست به سرش میکنم. بچه رو بذار زمین. برو عقب. گفتم اون بچه رو بذار زمین. برو عقب، جلو نیا. اگه یه قدم جلو بیای این بچه رو میکشم. آروم باش مرد، آروم باش. گفتم اسلحه تو بنداز. آروم هم گفتم اسلحه تو بنداز. خیلی خوب بیا. بابا اسلحه تو بنداز. الا خیلی خوب اینم اسلحه بنداز. آه.
جناب اسکندری، جناب اسکندری. چی شده؟ حامد زخمی شده، فعلا دست مامورا است. سیاوش چی؟ تونسته فرار کنه. دستور چیه قربان؟ حامد نباید حرف بزنه. به بچه‌ها بگو ساکتش کنن. خودت هم وسایلتو سریع جمع کن، فعلا اینجا امن نیست. بسیار خوب قربان. سعی کن هر طوری شده دختره رو پیدا کنی. متوجهی؟ عکس سیاوش هم فکس کن دفتر سید. فعلا تنها شاهدمون دم مرگه. اگه به مورد جدیدی هم برخورد کردیم با دفتر سید تماس بگیری. آره. فعلا خداحافظ. یه لحظه تمر کنید. منتقلش کنیم به بخش مراقبت های ویژه. ببخشید میتونم باهاش صحبت کنم؟ فعلا نه. کی میتونم باهاش صحبت کنم؟ وقتی که به هوش بیاد. اونم فقط برای چند ثانیه. چقدر طول میکشه؟ تو شرایط عادی 2 الی 3 ساعت، البته با کمی منگی حاصل از داروهای بیهوشی. متشکرم. چه خبر؟ یه نفر به مامورا اطلاع داده که یه آدم مسلح ماشینشو تو جاده سرقت کرده. مطمئنن سیاوشه؟ طرف الان کجاست؟ گفتم ببرنشه داره. تا به هوش اومدن حامد 2-3 ساعتی وقت داریم. به بچه‌ها بگو حسابی مراقب حامد باشن. وجودش برامون خیلی با ارزشه. همه چی مرتبه. بریم. همه چی مرتبه؟ امن امن، مطمئن. ببین خودشه؟ آره، خودشه. خودشه. آقا سید، اینو بگو سریع تکثیرش کنن و بین بچه ها پخش بشه. یادآوری کن اگه ردی ازش پیدا کردن فقط به ما اطلاع بدین. سلام آجی. سلام، از بیمارستان چه خبر؟ یه نگهبان گذاشتم که مراقبش باشه. یه نگهبان؟ من رفتم سید.
سلام. معذرت میخوام آقای دکتر، برای ورود به این اتاق اکیدم ممنوعه. حتی برای پزشک مالج مریض. ببین، بازم حاضر نیستی لوشون بدی؟ اینو فرستاده بودن که جون تو بگیره. میشناسیش؟ خوبه، خوبه. خبری شده؟ تو باید از آدمای اسکندری باشی، درسته؟ مگه فرقی هم میکنه؟ نه. بفرمایی تو؟ چرا دمه در؟ اثر را بلند شمار دچ. یلا دکن بخار. بشین. دو برابر اسکندری بهت میدم. اینقدر ولخرجی نکن شازده. دیسکتو بده من. سه برابر چطوره؟ من آدم کم حوصله هستم، ممکنه دستم روی ماشه بلرزه. بده من دیسکتو. بسیار خوب، بسیار خوب، دیسکتو بهت میدم به اضافه اون سه برابری که گفتم، به شرط اینکه خونسردی تو حفظ کنی. به جای سخنرانی بهتر کارتو سریع انجام بدی. به این مردک بگو خفشه تا خفش نکردم. آی کلوشما، کلوشما، خفشو. بشین. باش راش بنداز. زود باش. دیسکت. خیلی خوب بچم. بیم بلنشو برو اونجا. آرا رحم کن، تو رو خدا رحم کن، خواهش میکنم،
خواهش میکنم. مگه تو به من رحم کردی؟ میدونی چند تا از جوانای این مملکت تو و تشکیلاتتون فرستادین سینه قبرستون؟ حالم از شما به هم میخوره. ای فکر گلوله که حروم تو و رفیقت کنم. دوتا هدیه براتون دارم. برش دارین. تو میخوای چیکار کردی؟ همون کاری که تو با دیگران کردی. بخورش. بخورش! گاز بزن. خب هیچ خبری نیست. با فرستادن اون یه نفر واسه کشتن حامد باید اینجاشو حدس میزدم. حالا چیکار کنیم؟ رو سیاوش کار میکنیم. نام سیاوش صداقتی، معروف به کلت، بادیگارد تیم سارخگر، فرمانده گارد جاویدان. بعد از انقلاب تو دادگاه به 1 سال زندان محکوم میشه، ولی به دلیل حسن رفتار و به خاطر 22 بهمن بهش بخشودگی میخوره. زن و بچه‌ش چی؟ زنش دختر تیمسار اخگر بوده. طبق تحقیقات انجام شده مشخص شد همون زنیه که با اسکندری وارد ایران شد. در مورد بچه‌ش هم فقط همینو میدونیم، زمانی که تو زندان بوده یه بچه 4 ساله داشته به اسم امید. جالبه. پس اونا زنشو تومه کردن که براشون کار کنه. الو. سلام آجی. همین تویی؟ آره، آدرسو پیدا کردم. خیلی خوب، الان میام. سیاوش اینجا نیست آقا. اون الان جونش در خطره. اون وارد یه باند خطرناک شده. تنها راه پیدا کردن اون باند پیدا کردن سیاوشه. یا فاطمه زهرا. یا فاطمه زهرا. پسرش چی؟ امید. اون با شما زندگی میکنه؟ امید، امید ما. مرده آقا. 2 سالی میشه که مرده. من خیلی مراقبش بودم، هرچی میخواست برش فراهم میکردم. میخواستم یه جوری جای خالی تو رو حس نکنی، ولی مادر یه چیز دیگه است. یک دنیا عاطفه و عشق. من نمیتونستم جای مادر رو براش پر کنم. تو دروغ میگی. بگو که دروغ میگی. ای کاش دروغ بود. کاش. آخه چطور ممکنه؟ چرا اینو زودتر بهم نگفتی؟ به خاطر تو. چادم خودم. من اونو از دست داده بودم. نمیخواستم تو رو از دست بدم. من خیلی بدبختم آرخ. پس چرا این بازی رو شروع کردی؟ چرا؟ به خاطر تو و پسرم.
وقتی پیشنهاد کار با اسکندری رو بهم دادی دیدم بهترین فرصت تا بتونم ریشه اونا رو که امیدم و ازم گرفتن بخوش کنم. حالم کارم با اونون تموم نشده، مختار رو دار دستش رو فرستادم جهنم، حالم نوبت اسکندریه و آدمایی که اسمشون تو این لیست. این بازی رو تمومش کن سیاوش، تمومش کن. من نمیخوام یه بار دیگه تو رو از دست بدم. تو تنها کسی هستی که برام موندی. منم خیلی بدبختم، بدبخت و تنها. تو هم تنها کسی هستی که برای من موندی، ولی من با آخر خط رسیدم. بذار این کار رو تمام کنم، اینجوری دلم بیشتر آروم میگیره. پس دل من چی؟ بیا به مامورا خبر بدیم. ولی من آدم کشتم، آدم کشتم. اونا آدم نبودن، حیوان بودن، حیوان. بیا این بازی رو تمومش کنیم سیاوش. تو که نمیتونی تا آخر عمرت با اونا بجنگی، میتونی؟ روزگارمونو ببین، ببین چطوری با گرفتن امید خنده هامونو به غارت بردن. نظر بقیه زندگیمونو غارت کنن. آره، اونا باید از ریش خشک بشن، اما این وظیفه تو نیست، این وظیفه قانونه، میفهمی؟ قانون. دلم میخواد یه گوشه بشینم و صبر کنم تا سیاوش نسلشون رو از رو زمین ورداره، ولی حیف که وظیفه این اجازه رو بهم نمیده. یعنی تو بابت این کشته را انداخته بهش حق میدی؟ من مامورم حمید، نخواستی. بله؟ الو، من ماهرخ هستم، همسر سیاوش، همون کسی که شما دنبالشین. فقط میخوام اینو درک کنین که سیاوش بیگناهه. اونا بچه ما رو کشتن، تنها پسرمونو، میفهمین؟ کاملا خانم، من منظور شما رو درک میکنم، هم شما و هم سیاوشو. ما هم قصدمون اینه که جلو اینایی که با مواد مخدر افتادن به جون جوانای مملکت بگیریم، ولی برای این کار احتیاج به کمک همه داریم. سلام جناب سیاوش، از این که دوباره میبینمت خیلی خوشحالم، امیدوارم که با دست پر اومده باشی. من دستم پره، تو چی؟ ردشو پیدا کردیم آجی، بریم. قبلنم که بهت گفته بود، ملاقات اول ملاقات آخرتونم هست. من باش کار دارم، حتما باید ببینمش. ببین، کار تو انجام اون ماموریت بود و به دست آوردن اون لیست که به نفع حسن انجام دادی. حالا فقط باید لیستو تحویل بدی و پولتو بگیری، همین. بسیار خوب، ولی بعد از دیدن اسکندری. تو رو به خدا تمومش کن، بهش بده سیاوش. ولی ماهرخ، خواهش میکنم، خواهش میکنم. بیا، اینم اونی که میخواستی، برش دار و گورتو گم کن. تند نرو آقای سیاوش،
این پرونده باید کاملا بسته بشه. بسته بسته. مواظب باش سیاوش! بگو اون کثافت کجاست؟ قول بده منو نکشی. آدرسو بده. زنده میمونی. یلا! بده منو نکشی. قول بده. قول میدم. بگو. بگو! بگو! حرف بزن مرد، بذار این قائله رو تمومش کنیم. اسکندری کجاست؟ ببین مرد، این یه جنگه، یه جنگ خصوصی بین من و اون. اونا زن و بچه منو کشتن، میفهمی؟ آره، میفهمم. برای این دست گور زن و بچه و هزاران آدمی که جنازه هاشون تو کوچه پس کوچه های شهر پیدا میشن، تاوان این جنگیه که تو فکر میکنی خصوصیه. نه مومن، تو که نمیتونی با همه یه دنیا در بیافتی. میتونی؟ لیستو که بهتون دادم دیگه، چی میخواین؟ گفتم که اسکندری رو. من نمیدونم کجاست. من تو رو درک میکنم. من حرفی ندارم. بسیار. بگین کرامت بیاد اینجا. من نمیخواستم اینجوری تموم بشه. اینم پروندش، تحویلش بدین به زندان ایوی. مثل اینکه دارم ما رو تعقیب میکنم. یه ماشین مدتیه که دنبالمونه. بپیچ به راست. داره دنبالمون میاد. سرعتو کم کن بذار رد شه.
وقتی که میخواست کلیدو برداره واقعا نفسم بند اومده بود. پاسپورتتون آماده است قربان؟ بسیار خوب. عوامل دیگه ای نداری قربان؟ به بچه ها بگو آماده باشن. سجاد، سجاد ابوذر. سجاد بگوشم. استقرار نیروها تو موقعیت 06 تمام. احسنت، انتظار دیدنتونو در اینجا نداشتم. تبریک میگم. کسافت. بچه ها رو پخش کنید، خیابانای اطراف باید بسته بشه، هیچ جنبنده ای از این منطقه بیرون نره. دور تا دور ساختمون موضع بگیرین. من اسکندری رو زنده میخوام. باشه. تو با من بیا. باشه. خیلی خوب بچه ها، سریعتر سریعتر، زودتر زودتر. هنوزم فرصت استفاده از باقی زندگی تو داری، پس حرامش نکن. شازده، دیسکت کجاست؟ سرسختی نکن، شاید بتونم تو رو با خودم ببرم. نظرت چیه؟ میتونم با شلیک یه تیر خلاصت کنم، ولی کاری بات میکنم که تنت تو قبرم به خودش بلرزه. آروم وایسا سر جات، صدات در بیاد مغزتو داغون میکنم. فکر نمی کنم بدنت محکم تر از تخت سنگ باشه. هست. بشین بشین.
به زودی نظرت تغییر میکنه. حرف بزن. من رفتم آجی. علی! ولی باش من میرم تو ساختمون. حالت خوبه؟ اسکندری کجاست؟ از اون بر رفت. نکن نخور، بنداز اون هفتی رو. اصلاحات رو بنداز. گفتم اصلاحات رو بنداز. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا آروم از سر رام برو کنار، خیالات برت نداره، مراقب. خیلی خوب، خیلی خوب، برو کنار. خونه محاصره است، راه فرار نیست. با وجود این شازده من راهو باز میکنم. برو. بهش بگو از سر راه من بره کنار، وگرنه مغز همکارت داغون میکنم. اصلا تو من سیاوش، خواهش میکنم. قبلا بهت گفته بودم این یه جنگ خصوصی بین من و اون. یالا خواهش میکنم سیاوش، به خاطر خدا.